سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم که با هم یه مینی کامپیوتر رو جعبه گشایی بکنیم، بهتون اطلاعاتی رو بدم که در نظر بگیرید اگه قصد خریدن یه همچین مینی کامپیوتر یا کامپیوتر کوچیکی رو دارید، با دید باز این کار رو انجام بدید. من خودم خیلی برام جالب بود ببینم که عملکردشون به چه ترتیبیه. خب الان بهتون توضیح میدم که اگر قصد خریدن یه کامپیوتر با قیمت پایین رو دارید، یه همچین دیوایسی میتونه به دردتون بخوره یا نه. امروز میپردازیم به کامپیوتر کوچک T610 از برند HP که بهش تین کلاینت هم میگن. تین کلاینت میگن چون بیشتر این کامپیوترها توی شبکه ازشون استفاده میشد، خودشون قدرت پردازشی کمتری رو دارن نسبت به اون کامپیوتر سرور و وابسته به کامپیوتر سرور هستن. یعنی اصلا خواستگاه این کامپیوترها یه همچین ماجرایی که امروز چون رفته رفته قدرت سخت افزاری اونها قوی تر شده، میشه از یه تین کلاینت به عنوان یه کامپیوتر در واقع شخصی یا پی سی استفاده کرد، که خب باید یه سری تغییرات یا جزئی رو روش انجام بدید که من این کار رو انجام دادم تا ببینم که چه قدرت پردازشی رو میشه از یه کامپیوتر با این ابعاد، با این قیمت که خب من اون رو به قیمت 3,600,000 تومان خرید کردم انتظار داشت. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه رده پایین‌تر از این تین کلاینت ها یا به اصطلاح اولترا تین کلاینت ها وجود دارن که اونا دیگه خیلی ضعیفن و فقط توی اون شبکه به درد میخورن، به درد بانک ها یا آژانس هایی میخورن که تمامی اطلاعات اونها توی سرور گنجونده شده و بقیه کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن وابسته به سرورن. یه سری مزیت های خاص خودش رو داره که بعدتر بهش میپردازم. قبل از این که مشخصا به تین کلاینت ها و کاربری اونها بخوام بپردازم، میخوام راجع به خود اونها صحبت بکنم و عملکرد و پردازشی که خود اونها به ما میدن. این مینی کامپیوتر یه پردازنده AMD داره، T56N، که به صورت دوال کوره و توان پردازشی نسبتا خوبی رو بهتون میده. هولوش 1.6 گیگاهرتز و 4 گیگابایت رم که برای اون در نظر گرفته شده، و کارت گرافیکی اون هم Radeon HD 6320 که خب خیلی باید انتظاراتتون محدود باشه از یه همچین کارت گرافیکی. من سعی کردم که خب به سختی سیستم عامل روش نصب کردم، ویندوز 10 رو به سختی روش نصب کردم، خیلی طول کشید، ولی خب بعد از اون یه سری تست رو باهاش گرفتم، یه سری گیم رو روش نصب کردم که ببینم چقدر دوست داشتم که به چالش بکشم یه همچین دستگاهی رو. می‌خواستم ببینم که چقدر میتونه همراهی بکنه اون تایتل ها یا عناوین گیمی که یه مقدار توان پردازشی خیلی سنگین رو می‌خواست رو اصلا نتونست باز بکنه، ولی مثلا GTA 2 یا گیم خیلی قدیمی یا IGI رو تونست باز بکنه، که خب بهتون دید میده که با چه دیوایسی طرفی. میتونین کارهای خیلی معمولی مثل باز کردن نرم افزارهای آفیس مثل ورد و اکسل و پاورپوینت و این ماجراها رو روش داشته باشید، تو اینترنت رو بروز بکنید. اینا کارهایی که خیلی سبکه و یه همچین کامپیوتر کوچیکی از پس انجام دادن اونا به راحتی برمیاد. برمیگردم به اینکه تین کلاینت ها چرا انقدر محبوب شدن. بزرگترین دلیلش این فرم و سایز کوچیکیه که داره و خب اون اداره ها و ارگان ها خیلی براشون مهمه که بتونن به راحتی تین کلاینتشون رو آپگرید بکنن و یه چنین امکانی برای همچین کامپیوترهایی خیلی راحت میسر، به راحتی باز میشه و میتونید اون رو آپگرید بکنید با هزینه خیلی پایین، و این خودش یه مزیتی که برای اون سازمان ها وجود داره، هزینهش پایینه. همونطور که بهتون گفتم بانک ها و آژانس ها و جاهایی که وابسته به سرور هستند میتونن از این همچین دیوایس های استفاده بکنن. یه سری مزایایی رو هم دارن اینها که مهمترین اونها اینه که ارتقای سخت افزاری اونها وابسته به سروره، که خب هزینه رو کاهش میده. ارتقای نرم افزاری وابسته به سروره، یعنی اگر این نرم افزاری قراره که آپدیت بشه، آپگرید بشه، توی سرور این اتفاق میفته و بقیه کلاینت ها هم میتونن از اون استفاده بکنن، از یه منابع سیستمی مشترک استفاده میکنن که کل هزینه رو برای اون شبکه کاهش میده. یه مزیت مهم دیگه هم داره اینه که دیگه چون هارد دیسک داخل نداره، دیگه ویروسی قرار نیست که توی اون داشته باشیم و تمامی اطلاعات با امنیت بسیار بالا توی سروری نگهداری میشن که یه فایروال داره و از اون اطلاعات محافظت میکنه. صحبت از هارد شد، این سیستم هارد نداشت، یعنی به صورت لوکال هارد ندارن تین کلاینت های مینی کامپیوتر ها. من خودم یه SSD بهش اضافه کردم با توجه به پورت SATA هایی که توی اون در نظر گرفته شده بود، و اگر شما یه همچین سیستمی رو خریداری کردید هم باید دقت بکنید که اگر هارد نداشت یه هارد خودتون
باید بهش اضافه بکنید. خیلی سریع بهتون میگم که HPT610 چه پورت هایی رو داره. 2 تا پورت PS2 برای موس و کیبورد داره، 6 تا پورت USB داره که 2 تای اون USB 3 و 4 تای اون USB 2 هستن که میتونید دیوایس های مختلف رو بهش متصل بکنید. 3 راه برای ارتباط تصویری با این در واقع مینی کامپیوتر وجود داره که مهمترین اون دیسپلی پورته که قبلا بهش اشاره کردم که یه جوری رقیب پورت HDMI اون به راحتی میتونید رو متصل بکنید به مانیتورهایی که ورودی دیسپلی پورت دارن یا با تبدیل میتونید اون رو متصل بکنید. یه پورت DVI داره و یه پورت VGA که میتونه به مانیتورهای مختلف یا پروژکتور متصل بشه و بتونید ازش تصویر بگیرید. وایفای داخلی نداره اما میتونید با خریدن کارت وایفای این امکان رو هم براش میسر بکنید. اینا تمامی اون پورتایی که داره و ورودی و خروجی میکروفون و هدفون که توی اون در نظر گرفته شده. خیلی فرم جمع و جور داره، وزن خیلی کمی داره، هولوش 1.5 کیلوگرم و این مواردی که بهتون گفتم باعث میشه که کمپانی‌ها حرکت بکنن به این سمت، چون همونطور که بهش اشاره کردم این مینی کامپیوترها دارن روز به روز پیشرفت میکنن. اپل رو در نظر بگیرید با مک مینی هاش که روز به روز دارن توان پردازشی بالاتری رو ارائه میدن و کسایی که دارن میرن سمت مک مینی ها به شدت افزایش پیدا کرده. الان این مک مینی جدیدی که توسط اپل عرضه شده با پردازنده M1 قشنگ توانایی این رو داره که بتونید باش ویدیوی 4K ادیت بکنید و خب این خیلی فوق‌العاده است اینکه توی کامپیوتر کوچیک و جمع و جور یه همچین توان پردازشی گنجونده شده که میگم فکر میکنم روز به روز محبوبیت اونها افزایش پیدا کنه و بقیه کمپانی‌ها مثل اپل حرکت بکنن به همچین سمتی. شما پول صفحه نمایش رو نمیدید، در عوض پول اون توان پردازشی رو میدید که خب یکی از مهمترین تفاوت‌های مینی کامپیوترها با لپتاپ‌ها همین موضوعه که دیگه صفحه نمایشی ندارن که شما پول اون رو هم بخواید موقع خریدن در نظر بگیرید. اینی که تین کلاینت‌ها چرا اینقدر محبوبیت پیدا کردن به خاطر اینه که جهان داره به این سمت حرکت میکنه. اگر دقت بکنید من با یه مثال کوتاه می‌خوام این رو بهتون توضیح بدم. گوگل استدیا پروژه‌ای که توسط گوگل معرفی شد و کلن ماجراش اینه که فارغ از اینکه شما چه سیستمی رو دارید میتونید گیم های روز رو بازی بکنید. چه جوری؟ با توجه به این سرعت بالا اینترنتی که امروز میسر شده با خریدن اکانت استدیا شما میتونید که متصل بشید به سرورهای گوگل و کامپیوترهای قدرتمندی که انواع اقسام گیم ها رو اونجا ران میکنن و شما یه آینه از اون رو روی کامپیوترتون دارید و میتونید گیم رو بازی بکنید حتی با یه لپتاپ خیلی ارزون با توان پردازشی خیلی پایین. این امکان میسر حتی با یک کروم بوک، حتی با گوشیتون. خب این نشون میده که کل دنیا داره به این سمت حرکت میکنه. حالا درست استدیا یه سری در واقع چاله چوله داشته که داره اونا رو برطرف میکنه، یا کروم او اس رو در نظر بگیرید که همین ایده رو به شکل دیگه توی ذهن پرورش دادن که رسیدن بهش، باعث میشه که بیشتر متوجه یه همچین دیوایس هایی بشه و همونطور که بهتون گفتم فکر میکنم که روز به روز محبوب تر بشن. خب در نهایت باید بهتون بگم که اولش بهش اشاره کردم که بیشتر به درد کیا میخوره، الان دوباره توضیح میدم به درد کسایی میخوره که خیلی کار سبک رو انتظار دارن از یه همچین کامپیوتری، مثلا تلویزیونی دارن که میخوان یه سری توان پردازشی جدیدتر رو از اون داشته باشن، میخوان آفیس روش کار بکنن، میخوان وب براوزینگ رو انجام بدن. خوشبختانه موس و کیبورد با این دیوایس عرضه میشه، یعنی توی جعبش هست دیگه، لازم نیست اون رو جداگونه خریداری بکنید و این امتیاز خیلی بزرگی محسوب میشه برای کسایی که یه همچین استفاده و کاربری رو از یه همچین تین کلاینت یا مینی کامپیوتری رو دارن که میگم میتونید بروز وب رو انجام بدید، میتونید کارهای خیلی سبک هارد بهش متصل بکنید، هاردتون رو منیج بکنید، فلش بهش متصل بکنید، ویدیو تماشا بکنید. این کارهای خیلی سبک رو از پسش به خوبی برمیاد، فن نداره، خیلی سایلنت، هیت سینک برای اون در نظر گرفته شده که خیلی خونک نگهش میداره. من اصلا مشکلی رو ندیدم از این بابت. و یه نکته خیلی مهم در مورد اونه که مصرف برق بسیار پایین داره، 65 وات مصرف برق اونه که خب باعث میشه که یه گزینه ایدئال برای کسایی باشه که کاراشون سبک و خیلی انتظارات ویژه‌ای از یه مینی کامپیوتر رو ندارن. گرچه که شما میتونید اون رو تا حدودی ارتقا بدید، میتونید کارت گرافیکی بهش متصل بکنید، میتونید رم اون رو ارتقا بدید، اما
قلب اون یعنی پردازنده نکته‌ای که خیلی باید موقع خریدن بهش توجه بکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. این باعث میشه که یه جوری از ما حمایت بکنید و خب این خیلی برای من ارزشمنده. نظر بدید به من اینکه نظر شما راجع به همین مینی کامپیوتر چیه، اصلا به درد میخوره یا نه از نظر شما، و توی کامنت ها حتما به این نکته اشاره بکنید که بین یه لپتاپ یا مینی کامپیوتر شما کدوم یکی رو ترجیح میدید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.